فرخ سبا آنچه تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آنچه تو بر وی گذر کنی. آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر. از ادب و احترام دارم خدمت آفریدگار ایران، خدمت شما همیانانم. پنجشنبه است، پانل مذهبی داریم و یکی از دوستان ما که در سفره تقسیم بندی کرده بودیم، یعنی گفته بودیم که هر دو هفته یک بار تعداد کمتری در برنامه حضور داشته باشن، نصف از شرکت کنندگان، تا مهلت و فرصت بیشتری برای گفتگوهای عمقی وجود داشته باشه. ولی خب دیدم که شما سخت به این موضوع اعتراض کردید، تو علاقمندید که برنامه به همون سیاق سابق اداره بشه. حالا سعی میکنیم، البته شخصیت‌های جدیدی قراره به پانل ما بپیوندند، پیشا پیش ورود اونها را هم تهنیت میگم و شادباش، و میدارم که اضافه شدن اونها به این جمع باعث بهتر شدن کیفیت برنامه بشه. در برنامه امروز آقای دکتر حسپیان با ما هستن، آقای دکتر ابراهیمیان با ما هستن، آقای دکتر بیات و آقای دکتر میرزا آقاسی. درود بر شما آقایون. درود بر شما. درود بر شما جناب. واقعا جای خانم خالیه نیست؟ ابسولوت. از خودم پرسیدم چطور ممکنه آخه توی بحث مذهبی، حالا البته بحث مذهبی نیست، الان داشتم با آقای حسپیان صحبت می‌کردم، بحث معارف است. دوستان ما نمایندگی می‌کنن اقلیت‌های مختلف رو در ایران، گرچه بنده از این واژه بسیار بیزارم، اقلیت. و ولی چه میشه کرد؟ حالا برای مفهوم شدن قضیه، و هر کدام هم آیین و کیش خودشون رو معرفی میکنن. بسیار خوب. یعنی میگن سنت‌های ما چیه؟ قصد و غرض نه کشتی، نه مسابقه بوکس، نه اینکه کسی میخواد بگه مثلا به من بهتره یا بدتره. میخواد بگیم اینا دوستان ما هستن، با ما زندگی میکردن، با ما زندگی میکنن، ایرانیان، به ایران تعلق دارن، سنت‌هایی دارن، آدابی دارن، مراسمی دارن که ما با اونها آشنا نبودیم. با تأسف عمیق و بسیار و تأثر که چطور ممکنه ما این همه همسایه خوب داشته باشیم و فرهنگ‌های گوناگون قدر اینها رو یک ندونیم، دو اصلا ندونیم چجوری زندگی میکردن، مراسم ازدواجشون چگونه، مراسم زندگیشون، احوالاتشون. اینی که این برنامه برنامه معارف است، برنامه جنگ و جدل مذهبی نیست. هر کی هم برای این برنامه چنین نقشه هایی رو چیده، بهتری که از ذهنش بکنه بیرون. نه دوستان ما قرار نیست به هم بجنگن، قرار نیست که به هم گلابیز بشن، و قرار نیست کسی بگه من بهتر از بقیه هستم. آقای حسپیان بفرمایید. با سپاس فراوان عرض کنم شادباش‌های صبحگاهی را که با اجازه حضرت عالی بنده ابداع کردم تقدیم خانومی می‌کنم از گلندل، خانم ایرانی ارمن به نام خانم نینا. ایشون از روز اول که برنامه هایشون را شروع کردید با یک عرض کنم تعصب و یا علاقمندی بسیار از به اصطلاح طرفداران و بینندگان برنامه شما هستند. سلام میکنیم بهشون، شادباش های صبح بهشون تقدیم میکنیم و واجب العرضم در بازارچه جناب آقای میبودی فرمایشاتی فرمودن که ما بایستی به جان خریدار باشیم، و آن اینکه بسیاری از بینندگان ما ایراد گرفتن که چرا بنده از انجیل نمیخوانم و از بزرگان ادب ایران که تنها آبروی ایران هستن شاهد میآورم. چشم، آن هم انجام میدیم و کلام عیسی میگوید، از کلام عیسی است، خوشا به حال کسانی که به راه شریران نروند. خوشا به حال کسانی که به راه شریران نروند و در مجلس استهزاء کنندگان و تهمت زدن های بی مورد نایستند. لذا هموطنان گرامی، هر روز بنده را خداحافظی بپندارید، زیرا اگر قرار است از انجیل بخوانیم باید مطابق فرمایشات انجیل رفتار کنیم. اگر چنانچه این بساطه که مسیح ما را از اون به صلاح
برحذر میدانن انجام بشود، باید دستور مسیر را انجام داد و در مجلس استثناء کنندگان نایستاد. بسیار عالی. خب شما یه اعتراضی داشتی راجع به صحبت شده بود درباره کلیسا که از جمجمه ساخته شده. تحقیقات تاریخی چی میگن؟ چی گفت؟ بفرمایید شما. تحقیقات تاریخی سر جاش هست، بلکن اون مسائلی که عرض کنم عرض شد اون اشکال بزرگ هست. خب برید بیرون آقای اصفیان، بگو هر چی دلته بگو. آقای پنهان نکن، بگو. ببینید اینجا ما افرادی هستیم که افتخار میکنیم که شما مرشد ما هستید و ما اگر بخوایم در این موضوع صحبت بکنیم خدای نکرده پای شما تو میان میاد. عیب نداره، مهم نیست، بفرمایید. شما بفرمایید. عرض کنم مسائل تاریخی و اختلاف تاریخی همیشه وجود داره بستر مسائل مختلف. شما نظرتون چیه؟ بفرمایید. داره، ولی کن این پنل پنلی نیست که اینطور اشتباهاتی را مغرضانه و با غرض هیچ قربان اجازه بدید اصلاحش کنید. چرا اینقدر بفرمایید؟ شما بفرمایید. وقتی که یک وقت دیگه حضورتون عرض کنم. آره بسیار عالی، بسیار. آقای ابراهیم درود به شما. حرفای چی اصفیان چی بود؟ بله بله چند لبه بود. به تمام بینندگان شما من فکر نمی کنم که من یا بقیه دوستانی که اینجا هستن اینجا هستیم که صحه بذاریم و تمام اعمالی که گذشتگان من انجام دادن. بله درسته. و بدون شک در طول قرنها و زندگی بشر به واکنش به زندگی روزمره و از اقتصادی و از سیاسی جایی که ما زندگی کردیم افکار و مذاهب مختلف در جور تلاطم و نشیب و فرازهای مختلفی بوده. فقط مهم اینه که مسیر این افکار به کجا میرفته و چطور تونسته خودشو تصحیح بکنه. اگر شما در ادبیات یا نوشته های مذهبی یا مباحث مذهبی یهود مطالعه فرمایید، جر و بحث جزء لایتجزای زندگی روزمره شون بوده. و خیلی جالبه که در یک یشیوای یک بچه 12 ساله 13 ساله یک کتابی رو که وا میکنه روش بشکن خوکل اسرائیل، بالاش قسمت تورات چند خط نوشته و در صفحات همون یک همون در همون صفحه بعدش نظریات مخالف وجود داره و اون فرد مجبوره که نظریات مخالف را با نظریه اصلی متن اصلی تورات بخونه. شاید این بیشتر سازنده باشه، برای که اونم به اون فکر میکنه، فکر به اون این ایده را میده و اون این اعتبار را میده که اون هم حق داره روی این مطالب نظر تازه‌ای بده. و داشتن نظر تازه چیز اشتباهی نیست، چیز غلطی نیستش. اگر مذهبی به سکون و در حقیقت انجماد بی انجامه نابود میشه و از بین میره. این تلاطم فکری، این مباحث فکری لازمه، این گفت شنودها، این نشیب و فرازها با هم همیشه خوبه. ولی اشکالی که وجود داره اینه که در حتی دورای خیلی قدیم 2000 سال پیش وقتی که در افکار یهودیت مکتبهایی بوده مثل مکتب شمای یا مکتب هیلل، مکتب هیلل یه مکتبی بوده که خیلی دیالکتیک بوده، بحث میکرده، مخالفت رو قبول میکرده و در ضمن میتونسته که واقعا راههای تازه باز بکنه برای جامعه. مکتب شمای مکتب خیلی هارد، سخت، خشک، آمرانه و مطابق با قوانین بوده. درست. ولی افرادی که در این دو تا گروه وجود داشتن که با هم میشستن صحبت میکردن، مباحثشون رو انجام میدادن، بعدم با هم شام میخوردن، با هم بچه‌هاشون ازدواج میکردن، با هم زندگی میکردن در همون محله و به افکار خودشون ادامه میدادن و به مخالفت‌های فکریشون ادامه میدادن. ولی ملبس در نتیجه این مباحث و مشاجرات و بحث‌ها افکار تازه میمده و واقعا یه خط سومی پیدا میشده. درست. این اشکالی نداره. من فکر میکنم که ما عادت باید بکنیم. ما متاسفانه گرفتاری که ما از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی در ایران داشتیم اینه که یک کسی یه ذره با نرم روزمره مخالفت بکنه ماجرا میشه. من یادم از شاگرد سال 5 دبیرستان بودم و در تهران خیلی 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 ساده، اینقدر ساده که وقتی بهش فکر بکنی اصلا به نظر خنده‌دار و مسخره میاد. اون موقع بلیت شرکت واحد 30 شی بود، 30 شی رو کردن 2000، متوجه هستی؟ و بلوای ایجاد شد، یعنی شر به هم ریخت که چرا 30 شی رو کردن 2000. یعنی ما اغلب مواقع اشکال داریم با اینکه بفهمیم آقا جون یک حالت در این جامعه ای که ده ها، صد ها، هزار ها، میلیون ها نفر زندگی میکنن،
این تغییرات وجود داره و این افکار باید قبول بشه و لازم نیست افراد خون همدیگر به خاطر دهشی بریزن. سیشایی شد 2000 یک قران و نیم بود شد 2 قران بله این بلیط شد 2 قران و تهران به هم ریخت، تمام تهران به هم ریخت. 2 قران که میدونی یعنی چند دیگه؟ هر تومنی، هر تومن 10,000 تاست، هر تومن 10,000 دیناره، اصلا تومن یعنی 10,000. وقتی میگن امیر تومن یا امیر قشون، یعنی امیری که فرمانده یک ارتشی که 10,000 تا عضو داره، قشونی که 10,000 تا عضو داره، 10,000 دینار. خب این 2,000 که میگن یعنی چی؟ یعنی 2,000 دینار، 2,000 دینار، یک پنجم یک یا یک ریال 1,000 دینار. و دهشایی دیگه داره بگه از خیلی پایینه میشه چقدر؟ دهشایی میشه 100 دینار. مسکه دهشایی میشه 500 دینار. 500 دینار هم دهشایی بوده. راست میگه سیشایی میشه 2,000. بلوا میشه تو ایران، من یادم قیمت اتوبوس هم میشه چون 4,000 اون ریختم تو خیابون و اصلا امریکت به هم ریخت. دلار هم امروز 500 برابر میشه، هیچ کس چیزی نمیگه، برای هم هم عادی شده. هفتمن شده امریکت عجیب میداریم به مردمانی گاهی، البته خیلی تمکینی صبر و حوصله‌شون زیاده، ولی وای از اون روزی که منفجر بشه. آقای دکتر بیات بفرمایید. خیلی متشکرم. با عرض احترام خدمت دوستان عزیزم که همه دور این میز هستن و شما جناب میبودی و همزبانان عزیزمون در هر کجای دنیا که هستن، با اجازه شما 2 مطلب رو دوست دارم ذکر کنم. مطلب اول بفرمه. مطلب اول در تکرار بیانات شما درباره هدف این که ما اینجا چی کار میکنیم. فکر میکنم در جلسه قبلی بود چند وقت قبل که من عرض کردم فخر ما به زیبایی قالی ایرانی باید به تفکر ما درباره تنوع فرهنگ ها و قومیت ها و زبان ها و جوانب فرهنگی ملتمون هم کشیده بشه. همونطور که میگیم یک قالی زیبا به دلیل اون نقش هایی هست که درش هست، چون شما لغت اقلیت رو دوست ندارین، منم دوست ندارم، بیایم به جاش از این به بعد یه واژه جدیدتری بگذاریم، یا مثلا بگیم که گلهای گوناگون باورمندی ایرانیان، یکی دیگه. بله، حقیقتش هم همین هست که باورمندی های مختلف در سرزمین ما در طول تاریخ خدمات فراوانی به ما کرده، زیبایی به فرهنگ ما بخشیده و آینده دنیا هم آینده است که باید از همزیستی و مسالمت، همفکری، همیاری، همدلی، همزبانی این فرهنگ‌ها با هم پیدا بشه. و اون هدفی که من برای این برنامه از روز اول فهمیدم و به من توضیح داده شد و منو شیفته این کار کرد و برای همین هر هفته بلند میشم چند هزار مایل رو میام برمیگردم، اون هدف هست. هدف اثرگذاری هدفه و اون هدف این هست که ببینیم چگونه میتونیم با هم این فرهنگ‌های زیبای سرزمینمون رو، باورهای زیبای سرزمینمون رو معرفی کنیم به هم دیگه، و ابتدا در دور این میز و بعد کسانی که این باورها رو میشنوند و راجبشون آگاهی پیدا میکنند، تا شاید امید بیشتری به آینده توامان مردم ما با هم باشه به جای اینکه اون سرزمین تیکه تیکه و پاره پاره بشه. نکته دومی که میخواستم خدمتتون بگم، چون جوزف عزیز با بیان زیبای از انجیل شروع کردند، من هم با اجازه شما امروز خیلی تو فکر این آقای جوزف، خیلی تو فکره جوزف، خیلی نازنینه، قلب خیلی رقیقی داره، چشمی هم نگاه میکنه. بله بله، قلب خیلی رقیقی داره. حمید عزیز هم همینطور. عرض کنم که شیرزاد که قلب و فکر هر دو با هم سبب زیبایی این برنامه شده، قلب قوی، شنیدنش صحبتاشون همیشه بهره ها، من بهره ها میبرم. نکته که میخواستم راجع به آیین بهایی خدمتتون عرض کنم این هست که اگر بخوایم بگیم آخرش این آیین چه کار میخواد بکنه، آخرش این آیین هدفش این هست که انسانهایی رو به بار بیاره که این انسانها لطیفتر، مهربانتر، همیارتر، همکارتر با دیگران باشند و محبت این علامتشه. بنمایه. بله. محبت واقعا بنمایه اون هست و اگر غیر از اون باشه، ما بهائیان معتقد هستیم که دین اصلا ثمری نخواهد داشت. اگر این کار رو نکنه هیچ ثمری نخواهد داشت. و خود حضرت بهاءالله می‌فرمایند محبت نور است در هر خانه بتابد
و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید، و بعد افتخار این امر خودشون رو در این میدونند که هر چیزی که در گذشته به هر دلیلی سبب اختلاف و نزاع و جدال و فساد میشده از این طرز تفکر برداشتند. این بیان از خودشون هست که ای اهل عالم، آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاق است از کتاب محو نمودیم، و آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاق است ثبت فرمودیم، مکرر وصیت نموده و می نماییم دوستان را که از آنچه رائحه فساد، یعنی حتی بوی فساد هم ازش بیاد، اجتناب نمایند، بل فرار اختیار کنند. و ما امیدوار هستیم که ایران ما سرزمینی باشه که درش مردمی بسیار انسان دوستتر، پر از شرافت، پر از نجابت، پر از محبت، پر از همسایگی و غیره پیدا بشه، و من اون رو در زمینه این برنامه هم میبینم. چرا که بیاناتی رو که خدمتتون خوندم و مطالبی که عرض کردم در حقیقت بنمایه همه ادیان هم هست. این رو من از آیین بهایی خدمتتون خوندم، ولی من بنمایه بهایی باورمند به این هستم که این زیبایی ها در پایه همه ادیان الهی هست. و شاید دور این میز هدف ما این هست که بیشتر این جنبه از باورهای خودمون رو عرضه کنیم. تشکر میکنم آقای یوسفیان. داشتم نگاه میکردم با آقای میزا آقاسی، بیدم این روز یه چیزی دیدم کم دارم. اگه گفتی چی؟ پشه نخه خودشون جیب نداره. من فکر کردم که یادشون رفته و همینم که آره کت آقای کتشون جیب نداره که توش پشت بذارن. کت‌های جدید اینطوری. خب آقای حمید میزا آقاسی بفرمایید. من ضمن عرض درود با سلام خدمت جناب عالی، اعضای محترم پنل و همینطور بینندگان ارجمند که میلیون ها از اونها سراسر جهان نظارگر این برنامه هستند، به یک موضوع بسیار مهمی من امروز میخوام اشاره بکنم، و اون غیر از اینکه هدف برنامه رو که دوستان تعیین فرمودند و تذکر دادن و احتیاج به تذکر مجدد نیست، ولی یک موضوعی که بسیار بسیار با اهمیت و کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان و کیفیت تفاهمی است که باید وجود داشته باشه. و اینطور نیست که هرچه تفاهم بیشتر باشه یا هرچه انتظار تفاهم بیشتر باشه راه سریع‌تر پیش میره. من فکر میکنم که هم افراط و هم تفریط در توقع ما برای تفاهم کار رو مشکل میکنه و حرکت رو گاهی از اوقات متوقف میکنه. هدف این برنامه به نظر من ایجاد تفاهم محدود بین عقاید مختلفه. این به اون معنا نیست که عقاید با هم متحد بشن، بلکه عقاید موجود دارای وجوه اشتراکی هستند که اون وجوه اشتراکی برای حرکت این وسیله نقلیه به طرف اون هدف مشترک لازمه. اون چیزی که بین همه ما مشترک هست رسیدن به هدف آزادی و اخلاق نهایتاً، حالا در سطح اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی. و برای رسیدن به اون ما باید ببینیم که چه ابزار کاری لازم داریم. مثالی که میشه زد این است که ما مسافرین یک وسیله نقلیه، یک اتوبوسی هستیم که از یک جایی به یک جایی حرکت میکنه. اون چیزهایی رو که مسافرین اون اتوبوس لازمه که برای به ثمر رسیدن این مسافرت انجام بدن و هدف این مسافرت انجام بشه، این است که چه وقتی وقت غذا خوردن هست، چه وقتی صبحانه باید بخورن، چه وقتی باید بخوابن، چه وقتی باید کارهایی بکنن که در ارتباط و اشتراک با هم قرار داره. لازم نیست که مسافرین یک اتوبوسی که فرض کنید از تهران به شیراز سفر میکنن حتما عقاید فلسفیشون هم با هم یکی باشه، بلکه اینها موقع غذا خوردنشون باید یکی باشه، موقع دستشویی رفتنشون باید یکی باشه. یعنی انتظار تفاهم بیشتر داشتن از حدی که لازمه برای رسیدن به هدف کار رو مشکل میکنه. آقای میگودی یعنی ما اگر که بخواهیم ببینیم تمام ارزش‌های مذهبی خودمون رو با هم در تطبیق قرار بدیم برای اینکه بتونیم که حرکت بکنیم، مسلماً ما هیچ وقت به اون درجه از توافق نمیرسیم. اما لازم هم نیست. ما بحث هایی روی که
لازم هست که ما در چه چیزهایی با هم دیگه اشتراک نظر داریم. ما در عدالت، ما در آزادی بیان، ما در احترام متقابل، ما در حفظ یک پارچگی اون مملکت و ارزش‌هایی که بین همه ما عمومی است. حالا اگر بشه اعتقاد هم نداریم یا عمل هم نمی‌کنیم، ولی بین همه ما اینها حالت اشتراکی داره و ما باید اونها رو رعایت بکنیم. من گمان می‌کنم اگر گاهگاهی در کار این پنل وقفه‌ای ایجاد شده یا کندی ایجاد شده، این کندی به دو علت است. یکی به علت این که در دو سه مورد، البته زیاد نبوده، که برخوردهای شخصی ایجاد شده و ما با شخصیت‌های همدیگه مواجه شدیم و به جای این که خطوط اشتراکی رو بررسی بکنیم، همه ما یعنی گاهی از اوقات دیده شده که ما میخواییم همدیگر رو ارزیابی کنیم که آیا ما آدم خوبی هستیم، آدم بدی هستیم، زشتیم، زیباییم، در صورتی که اصلا در اینجا ما نظریه شخصی نسبت به همدیگه مجاز نیستیم، اصلا مجاز نیستیم که بیان بکنیم. چون وقت این برنامه و هدف این برنامه این نیست که من بدانم که آقای میبودی آدم خوبی است یا آدم بدی است. من باید بدانم که آیا من با این آقای میبودی، با عقیده آقای میبودی که خوب یا بد، می توانیم به هدف مشترکی که در اون هدف هیچ نوع ما اختلافی نداریم، هدفی که رسیدن به ایرانی باشه که آباد باشه، آزاد باشه، در اونجا آزادی بیان وجود داشته باشه، در اونجا یک پارچگی ملی وجود داشته باشه، افتخار ملی وجود داشته باشه، کشوری باشه که از نظر صنعت، از نظر کشاورزی، از نظر اخلاق، از نظر قدرت نظامی، از نظر قدرت سیاسی، از نظر مدل بودن جنبه‌های اخلاقی در دنیا نمونه باشه. این آرزوی همه ماست و من فکر می‌کنم که در این زمینه ما کاملاً با هم اشتراک نظر داریم. هیچ نوع اختلافی بین ما برای رسیدن به اون هدف. حالا باید نگاه بکنیم که آیا ابزار لازم برای رسیدن به این هدف چیست؟ اون ساختمانی رو که ما می‌خوایم بسازیم یک مقداری آجر و آهن و گچ و چیزهای مختلف می‌خواد. ما نبایستی که برای ساختمانی که می‌خواد ما رو به استقلال و آبادی ایران برسه دنبال ابزار و وسایلی بگردیم که برای ساختمان آن خانه لزوماً ضروری نیست. تشکر می‌کنم. از بازارچه آیا بول می‌کنیم و برمیگردیم همینان با دوستان خواهیم بوده، با اونها گفتگو می‌کنیم. هم تو که خدمتتون گفتم پنجشنبه‌ها برنامه نیم ساعتی زودتر شروع میشه و شب تکرار نیم ساعت زودتر، یعنی ساعت 6 و نیم. همیشه 7 برنامه پخش میشه اما این برنامه استثنا 6 و نیم. امروز خبر شدیم که یکی از برجسته ترین گویندگان رادیو ایران متاسفانه بعد از بالاخره جان به جان آفرین تسلیم کرد. وقتی انقلاب به پیروزی رسید درست در همون ساعت نخست زبان این مرد رو بریدند، یعنی انقلاب اعلام کرد که زبان بیان رو میبره. تمام این تلاش هایی که ما داریم اینجا انجام میدیم همینان هم فقط به قصد همین که به مردم اطمینان بدیم در ایران آینده زبان کسی رو نمیبرند. انقلاب زبان روحانی رو برید، گوینده بزرگوار ما رو. و یک بار من او رو در یک مهمانی دیدم، فقط گریه بگید، یعنی اشکش دائما بدونی که حق حق بکنه و چون قادر به تکلم نبود، درست در همون ماهای نخست بود و دیگه هرگز ایشون رو ندیدم. برادر تیمسار روحانیست و اینا اغلب تیمسار انکار میکرد بخاطر اینکه برادر خودش رو در ایران محفوظ نگه داره. فکر کنید مردی که در نخستین ساعتی که انقلاب زبانش رو میبرند در طول این 30 سال چگونه زندگی کرد، چگونه زندگی کرد. اجازه دید که مراتب احترامات خودمون رو معروض داریم به حضور شخصیتی بزرگ که دیگه در میان ما نیست و جرمش هم این بوده که جرم تغییر روحانی این بود. عمیانان هم که در رادیو سخن میگفت و تفسیرهای دولتی رو بازگو میکرد، تفسیر دولتی رو بازگو میکرد، مثل که امروز مثلا بریزن توی رادیو تلویزیون ایران تمام گوینده ها رو بکشن،
بگن شما چرا مثلا گزارشات یا بیانیه‌های وزارت خارجه رو میخوندید؟ و البته فراموش نکنیم که روحانی در زمان خودش وقتی رادیو مسکو به شدت در دوران جنگ سرد به ایران حمله میکرد او پاسخ میداد، یعنی بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی رو علیه روس‌ها و علیه فعالیت‌های محرمانه روس‌ها در ایران بازگو میکرد. یکی از دلایلش که برخی گروه‌های چپ که نفوذ کرده بودند در دادگاه‌های انقلاب بیشترین هدف رو روحانی قرار دادن به همین علت بود، یعنی در واقع اونها آمدند و از تغییر روحانی انتقام کشیدند. خیلی اسباب تاثیر تقی عزیز، سفر جاودانگی تو امیدوارم که این بار دیگه با آرامش صورت بگیره و تسلیت به تمام خانواده او و به ویژه برادر نازنینش تیمسار روحان. خب شما صدای رو شنیده بودی؟ بعد از ظهر صحبت میکرد و بیان خیلی قوی داشت و واقعا اون رولی که کاری که انجام میداد کار خیلی درجه یکی بود. بسیار. و متاسفانه ما همیشه در مورد افرادی مثل روحانی همینطوری فکر کردیم که یک کسی که واقعا یک برنامه یک کاری رو انجام میده، یه صحبتی رو داره میکنه، این صحبتش باید همیشه و همیشه مطابق افکار و دل ما باشه و نتونستیم تحمل بکنیم که این فرد رو واقعا به شدت احترام بذاریم. این واقعا از حیثیت ایران دفاع کرد در اون صحبتایی که بعد در مورد شوروی انجام میداد. بله در اون زمان جنگ سرد بود دیگه. آقای اگر داشته باشید بودی، اگر داشته باشید که قطعات کوچیکش رو یه موقع پخش بکنید حتما، اگه باشه صدای آقای روحانی رو حتما گوش بکنید. بفرمایید. که حقیر و تمام دانشجویان پزشکی شیراز، حفصا، از ایشان دارن خیلی خیلی گرامی و عزیز. و داستان به این نحو است که خودتون اطلاع دارید که خیابان زن چقدر وسیع بود، پهن بود، عریضم بود و ساعت 1 یا 12 جواب دادنهای این جنگ سرد بود از مسکو به آقای روحانی و تمام کسبه خیابان زند و خیابان مشیر تمام رادیوها رو تا آخر والیومشو می‌بردن بالا. درسته. و خیلی جالب بود چه صدای زیبایی داشت. بسیار قوی. در موردی بود که آقای استالین، جوزف استالین و آقای آسفد نورالدین طرف شده بودن و هر روز ما از یک کلاس دانشکده به نام جنین شناسی نمی رفتیم تا آخرش هم تجدیدی شدیم با اجازتون و این نطقه رو گوش می کردیم که می گفت به استالین بگویید آسد نورالدین از تو گله داره. بله این مونده و مونده و مونده. آسد نورالدین آخوند سیاسی بود، هم یعنی حزب داشت، حزب برادران متعلق به آسد نورالدین و خب زورش هم خیلی زیاد بود، با انگلیس هم یه ارتباطاتی داشت. اون زمان کنسولگری انگلیس در شیراز خیلی فعال بود تو جایی که من شنیدم. آقای میبودی، من واقعا از یک میسیونر انگلیسی شنیدم، حالا گفت دروغ چرا فلان، که این اصلا شخصیتا یک انگلیسی زاده شده بوده، اینا پلان چیزش کردن کاشتنش به عنوان یک آیت الله در اونجا. بله من تنها تصویری که دارم آقای ابراهیم، آقای بیات و بیزاقات، بچه بودم از با پدرم از مقابل مسجد وکیل رد شدیم، دیدم یک مرد کوتاه اندامی ایستاده دستشو دراز کرده، مردم میان یکی یکی رد میشن و دستشو میبوسن، اینجوری کرد. واقعا سنم پرستی که میگن اینه دیگه، وقتی انسان جای خدا رو میگه ایستاده بود و از اون لحظه چقدر حالت بدی و منده، خیلی بچه بودم، نمیدونم چند سالم بود. چقدر غرور میخواد، چقدر خود بزرگی چه ندادم باید متکبر و خفرم داشته باشه. آقای ایشون دو بلوای بزرگ رو ازش جلوگیری کرد در موقعی که من دانشجو بودم و البته میتونه حد زد که ایشون با تکان دادن سبیلش میتونست بلوا هم ایجاد بکنه. ریشش یکی این که مهاجران چون جناب آقای ذبیح قربان رئیس دانشگاه شیراز بهایی بودن، بالاخره علم و کتل رو
سوار کردن که اسبی قرآن باهایی بود. بله عجب شخصیت زاد. خیلی شخصیت بود. بله چه نازنین مردی. پس بنابراین رئیس دانشگاه بعدی هم جالبه، اونم زرتشتی بود. تقسیم شده بوده این. چقدر خوب. عرض کنم که ولی کسی کاری نداشت. کسی من یادم نمیاد کسی معترض باشه به این چیزا. چقدر بهتر بوده زندگی. تا وقتی که مهدی در این باره دخالت نمیکرد کسی کاری نداشت. اگر افراد صاحب هنر و صاحب فن و با تجربه ای بودن، مردم دوستشون داشتن. اون تو وقتی که مسجد دخالت میکرد در این جریان کارو خراب میکرد. اکثر استادان عالی قدر ما بهایی بودن. آقای مدحسن دهقان از کنم مسیح آگاه. و موضوع در اینجاست که برنامه دهقان بهایی بودن. بله بله. بر خانم عرض کنم که رئیس پرستاری بودن، حالا اسمش اینقدر خانم دانا. بله خانم دانا. اینها نمیدونید چه سلام برغم و ایشون ترجمه کرد. نمیدونید چه یا به قول آمریکایی‌ها جاینتس، اینها غول‌هایی بودن از لحاظ انسانیت، ادب. در هر حال مهاجران و متعصبان خواستن در دانشکده رو ببندن، یعنی پزشکی به پزشکی. کجا بود دانشگاه پزشکی؟ همین خیابان زند دیگه. خیابان زند به قول شیرازی ها بالای پلکه. اومدن گفتن ای مسلمانان کجایید که مرده هاتون رو میدزدند و میرن تو دانشکده تیکه پاره میکنن. عجب. این کافیه که دنیا عجب. به بلوا بیاد مثل استخوان های مسلمان های و ایشون نجات داد. نجات نشان داد و خیلی رو آراحت گفته بود که رفته بود بالا منبر. آخه میدونید رسم بود که به خاطر این موضوع مهم میرفتن بالا منبر. رفت بالا منبر و آخر سرم گفت آقا جون سرتون رو بندازید برید این برای یکی دیگه. هم وقتی بود که آقای مستر شارپ استاد دانشگاه ادبیات باستان شناسی و نیز عرض کنم کلیسای کشیش کلیسای که خودتونم دیدید که در فلان این بازم برنامه ها چیده شده بودن زمان دکتر بوسده چون همه انگلیسی ها رو اخراج کردن. این مستر شارت خیلی ناغلا بود. این از یه در میرفت از یه در میرفت چون درای بیمارستان و کلیسا و این خیابان و این خیابان باز مردم که نمیدونستن. این از یه در حجومی کردن از تا بالاخره دست به دامن همشهری خودش شد قاصد نورالدین و اون بهش گفته بود بفرمایید کلیسا مسجد و مسجد کلیساست، ما ترتیب کارو میدیم. یکی هم یه چیزی هم که باز به خاطرم هست که اینم خیلی غم انگیزه اینی که یک جوانی در یک منزلی در جنوب نزدیک شاهچراغ شیراز در یک خانه صحبت از سید نورالدین بوده، او بدگویی میکنه، وقتی میره بیرون تو کوچه میکشنش. یعنی اینقدر رست روحیه ترور حاکم بود بر برخی از گروه های مذهبی در اون زمان. خب آقای چونو به شماست. من شما رو آقای روحانی صدا شنیده بودید. بسیار شنیده بود. و واقعا تأثیر عمیق خودم رو از این اتفاق و از ظلم و جوری که به ایشون رفته. اما یک موضوع خیلی مهمی که سالها من راجبش فکر میکردم که علت این خشونت بی حدی که با ایشون کردن، امروز شما این معما رو حل کردین و مثل بسیاری از اتفاقات مبهمی که در ایران میفته و ما علتش رو یا عللش رو نمیتونیم جستجو کنیم، شاید که در همین اقدامات دوستان حالا چپ اسمشونه یا چون در دادگاه خیلی نفوذ داشتن. من اینو میدونم بسیار بسیار چون خودم بسیار درگیر بودم. بله. میدونم که خیلی نفوذ داشتن و خیلی یاد درست در همون روز نخست چند نفری گرفتن که اینها دقیقاً در رابطه با یکی از حزب‌های نیرومند وابسته به روسیه بود. یکی پرویز نیکخواه بود، یکی آقای جعفریان بود. نیکخواه در تلویزیون، آقای جعفریان معاون تلویزیون، یکی هم همین آقای روحانی. زبان روحانی رو بریدن، اونا رو بردن اعدام کرد. من یکی از اقوام در انتقام جویی. یعنی من فکر میکنم مذهبی ها مشکلی داشتن با نیکخواه یا با جعفر، چون جعفریان خودش آدم بسیار مؤمن و مسلمان و معتقد و عربیدان و خیلی خیلی معتقد بود. ولی اینا رو بردن از طریق مذهب البته این کارو میکنن. من یکی از اقوام بسیار نزدیکمون
علاوه بر کمونیست بودن اصلا تئوریسین فلسفه ماتریالیسم هست بود یعنی بله. و ایشون بعد از انقلاب ما خبر شدیم که چون من ایران نبودم بعد خبر شدیم که ایشون امام جمعه یکی از بیمارستان‌ها شده پزشک بود و در اون بیمارستان نماز جمعه که میخونن ایشون پیش نماز بود اینها و خب ما چون میشناختیمش و میشناسیمش الان که کی بوده چی بوده چی کاره بوده بسیار تعجب کردیم اما این پاسخ امروز شما و این توضیح شما منو اصلا برد به یه دنیای دیگه مطلبی که میخواستم میدونستی ایشون برادر سیبتا روحانیه بله بله برادر. موضوعی که در اینجا میخواستم به عرضتون برسونم از دنیا رفتن آقای اوسانلو هست که بله هفته بله. پیش افشین اوسانلو از این دنیا رفتن منصور. و گفتن که در اثر بیماری قلبی بوده در صورت که بعضی از گزارش ها هست که مرده ایشون رو به بیمارستان بردن و بلی موضوع بسیار بسیار تأسف آوری که در هفته گذشته خبرگزاری ها خبر اونو پخش کردن نمایش 10 نفر از اعضای آیین بهایی بود که ظاهراً جزء توابین محسوب شدن و از آیین خودشون توبه کردن و در مقابل اون دولت هم به اونها وعده داده که چون مسلمان شدن و به عنوان مسلمان میتونن که چند همسر داشته باشن و از آسایش بیشتری برخوردار باشن. حالا سوالی که من از سیستم قضایی ایران دارم این است که جرم این افراد جاسوسی برای کشور خارجی بوده و بعد از اینکه اینها مسلمان شدن تکلیف جرم اینها چی شده؟ جاسوسی. یعنی که مسلمان ها میتونن جاسوس باشن و فقط جاسوسی برای باهایی ها ممنوعه و بعد واقعا تأسف خاطر بسیار بسیار شدیدی برای همه کسانی که معتقد به آزادی و حریت و استقلال عقاید افراد هستند ایجاد کرده این حرکت واقعا زشت. ولی نگرانی بیشتر این است که رأی دادگاه‌های ایران برای اینکه 26 سنگسار رو تصویب کردن که انجام بشه و برای قطع دست 6 نفر در شیراز حکم صادر کردن. من نمیدونم که علت این شدت عملی که قوه قضاییه باید بگیم قوه ستمگری به کار میبره بعد از انتخاب آقای روحانی به چه علتیه و آیا بیکار بودن ایشان رو نشان میده، آیا وجود یک حکومتی در حکومت رو نشان میده؟ اونقدر من معرفت سیاسی ندارم که اون چیزها رو بفهمم ولی میبینم که بی ارتباط هم نیست گزینش آقای روحانی با این اتفاقاتی که بعد از انتخاب ایشون در ایران در حال وقوعه. ولی به هر حال من به جامعه بهائیت در واقع باید تسلیت بگم به خاطر اینکه شما اگه عکس های این 10 نفر رو نگاه بکنید آثار غمی که به زور اینها رو وادار به لبخند کردن، یک دنیا غم در چهره فرد فرد این 10 مرد هست که اینها رو مجبور کردن که اینها تبری بجویند و از آیینی که سالها بهش پابند بودن و معتقد بودن توبه کنند. و ما تلاش اینه که ما حق حیات قائل باشیم برای همه، همه باید بتونن نفس بکشن زندگی کنن با کیش و آیین خودش. باز هم من سوالم رو تکرار میکنم از دولت ایران. آره اون سوال جالبی است. اینها که جاسوس اسرائیل بودن جان بس مسلمان نمیتونن جاسوس. بله اینها که جاسوس اسرائیل بودن بعد از اینکه مسلمان شدن چطور اینها رو آزاد کردن؟ یکی چند زن هم بهشون پیشنهاد کردن. یعنی مسلمان میتونه که جاسوس اسرائیل باشه؟ آقای بیاد بفرد آقای اصلا اطلاع داریم چه تعداد باهایی که از همان بهرومترن دیگه از سیستم ارتباطی نیست در این دوره کاملا باهایی هایی که امکانات بیشتری داشتن اینها خارج شدن از ایران، اونهایی که موندن و آیینشون پایبند هستن تمام تلاششون رو میکنن از تمام شغل‌های اداری و دولتی حتی بخش خصوصی در بسیاری موارد محروم هستن و اینها در نهایت قناعت در نهایت فروتنی دارن زندگی میکنن و
اگر از هر کدومشون هم بپرسید میگن در سطح خودشون سعیشون در خدمت به مردم است. خب چه کار باید که هیچ فکر نکنید چه کار باید عرض کنم که دادن همسران اضافی به اینها من این رو یک تشویق نمیبینم، فکر میکنم باید با حالشون گریه کرد این بیچاره ها. من فکر میکنم یه تنبیهشون کردن از این نظر. منتها اصل مطلب اونقدر غم‌انگیز، اونقدر غیر انسانی هست که آدم نمیتونه باور بکنه که ملت ما و دستگاه حاکمه ما تا به این درجه از فقر فرهنگی و فقر انسانی و روانی و روحانی رسیدند. و بعد تصور این که به زور یک عده‌ای رو بگیرن بیارن وادارشون کنن یک آیین دیگه‌ای رو بپذیرن. آخه بهائی‌ها که هیچ وقت منکر اسلام نبودن، یعنی مسخره بودن این در این مسئله است که بهائی‌ها حقیقت اسلام رو همیشه پذیرفتند. شاید بزرگترین ایرادی که در قسمت زیادی از دنیا حتی من جمله در ایران به بهائی‌ها می‌گیرن این است که اینها به حقیقت اسلام معتقد هستند، به حقانیت پیغمبر رسول اکرم معتقد هستند، به وصایت ائمه معتقد هستند، گرچه مذهب شیعه رو قبول ندارن. بله درسته. و قوانین اسلام رو هم منسوخ میدونن ولی باطل نمیدونن این دیانت رو. این دیانت یکی از ادیان بزرگی بوده که اومده و خدمات فراوان در دوران مختلف به بشر کرده، به وضعیتی که امروز رسیده. البته جز گریه به حال یک چنین حکومت و نظام و باوری نمیشه کرد که این باور رو من باور اسلامی نمیدونم، ولی هر باوری هست باید براش گریه کرد که از اساسی ترین حقوق انسانی اینها دارن صرف نظر میکنند. و بعد در چندی قبل بود که خدمتتون عرض کردم ما بر این باور هستیم که وقتی دیانت و سیاست رو با هم ترکیب میکنیم علت فساد هر دو خواهد شد. و در نتیجه در ایران ما امروز نه چیزی به اسلام به عنوان اسلام حقیقی دیگه داره در عمل انجام میشه و نه چیزی به عنوان سیاست حقیقی. هر دو به راه فساد رفتن، هیچ کدومشون با هیچ یک از معیارهای پذیرفته شده انسانی دیگه قابل قبول نیستن. یک تظاهر عجیبی هست و خواهیم دید وقتی فروپاشید خود مردم خواهند گفت که ما همیشه میدونستیم این فاسده، همیشه میدونستیم این راه به جایی نمیبره. و امیدوار هستیم اگر با این روش دارن ادامه میدن هرچه زودتر این فسادشون ریشه خودشون رو بکنه، اگر عوض کنن راه و روششون و راه و روش انسانی رو بپذیرند که بهائی‌ها در هر سرزمینی که زندگی میکنند خودشون رو شهروندان نمونه اون سرزمین میدونند. پس این تظاهر به مذهب چیز عجیبی است، تظاهر به سیاست چیز عجیبی است. و در هر موردی که من برخورد کردم به کسانی که به این طریق چه در تلویزیون یا رادیو یا روزنامه ها بودن، شما وقتی وارد جزئیاتش میشید میبینید که بیشتر سبب بی‌آبرویی کسانی میشه که این کارها رو دارن به زور به گردن مردم میذارن. خب اجازه بدید که در اینجا پخش بکنیم قسمتی از کار شخصیتی که روزی میتوانست به عنوان یک گوینده برجسته پشت میکروفون موی تن انسان رو سیخ بکنه و بعد چه زبانش رو بریدن و او را از حیز انتفاع انداخت. گفتگوی تقی روحانی رو با کی؟ با آقای رهی معیری شاعر بزرگ. یک سوال از کن بکنم، نمیدونم اجازه میدی؟ ناراحت نمیدی؟ خواهش میکنم هر سوالی که بتونم جواب بدم با کمال میل از پنسه. میخواستم از کن بکنم که چند سالتون؟ ولی من الان درست 51 سالم. ولی آقای رئی ماشاءالله هزار ماشاءالله به قول معروف بزنم به تخته خیلی خوب میدین شما با 51 ساله نشون نمیدین. لابد یک دلیلی داریم. راستش این اگه خانمها بدشون نیاد و ناراحت نشن باید عرض کنم به این دلیل تا به حال ازدواج نکردم. باز این اتفاق نایل است. خیلی عجیب آقای رئی، شما که این همه عاشق پیشه هستین این همه قدل های عالی و تخصیص های عاشقون ساختیم چطور همه ازدواج نکردیم؟ همین داره زندگی من با عشق عاشقی آمیخته، ولی عقیده دارم که وقتی ازدواج از یک در داخل بشه این قدر از دو فرار میکنه. با
و به همین دلیلی که من همیشه عاشق بودم اما هرگز ازدواج نکردم. بله البته من به صحیح یا غلط بودن استدلال و فلسفه شما کاری ندارم، اما همین قدر میدونم با این منطقی که داریم خیلی جوان و دانشات موندیم و فقط جز چند تا تارمون که اونم بفهمی نفهمی از موهاتون سفید شده، اثر دیگر از این 51 سال در صورت و قیافه شما دیده نمیشه. و اسمون سفید آمد اینجا یاد اون قطعه که زیبا و معروف از خود شما افتادم. ممکنه خواهش کنم خودتون بتون میدونم؟ نابود منظورتون این شعر منی نونی سفید را فلکم را گون نداد، نونی سفید را فلکم را گون نداد، این رشته را به نقل جوانی خریدم. من جلوه شباب ندیدم به اون بکید، از دیگران حدیث جواب می شنیدم. بسیار زیبایی واقعا که مضمون بدی و دلپذیری، ولی در مورد جوانی البته چند رفتی فرمید. خیلی متشکرم. در ظلمت دوش دست تقدیر از آستین جفا بیرون کشیده شد و دوستان دلهای شیدا را از قمری خوشنوایی جدا ساخت. دیشب قمر مرد، آن بلبل سرگشته سحرآفرین از قلمرو عالم شیدایی ربوده شد. دیشب آتش یک دنیا، یک دنیا عاطفه و یک دنیا عشق و دلدادگی به خاموشی گرایید. دیشب حنجره جادویی قمر بسته شد، دل امیدوارش از تپش ایستاد و شعله های کانون مهر پرور سینه‌اش به خاکستری سرد مبدل گشت. قمر یک پارچه خاص، یک جهان شوق و شیدایی بود تا دم واپسین دست از مهر ورزیدن نشد و بر احساس انسانی هم باید. عجب شبیه قمر مرده و روحانی داره در رادیو خبر ناگوار و حزن انگیز رو به مردم ایران میده که عاشقانه قمر نوری که وزیری رو دوست می‌داشتن. در مصاحبه او با ترانه‌سرای بزرگ دوران رهی معنگری، رفتی یا رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. برمیگردیم گفتگومون رو پی میگیریم. تمامی تلاش ها به قصد اینه که روزی روزگاری دیگه کسی زبان بیان رو نبره، برای همه حق حیات قائل باشه و این اتفاق ناگوار دیگه در تاریخ میهن ما رخ نده. نگاه بکنید به مجموعه هموطنان شما توی زندان ها هستن. آخرین باری که ما خبری از زندان گرفتیم از بهایی ها خانم دختر آقای رفسنجانی بود، فائزه، که از زندان آمد بیرون. گویا در اون روز بهایی ها در زندان روزه گرفته بودن و او هم با اونها روزه گرفت. بعد هم بعدی که از زندان آزاد شد رفت به زندان وین، بلکه بتونه با دوستان خودش در زندان دیدار بکنه که دیگه این بار اجازه نداد. برمیگردیم. خب دوباره میکنیم برنامه رو همینان عزیز و ارجمندم. آقای اول تسلیت میگم به خانم روشنک، همکار عزیز که سالیان و سال اطلاعات موسیقی میدن، مادرش در گذشته بود، الان بهش صحبت میکردم. خانم روشنک گفت که روحانی گویا رفت آمد خانوادگی هم داشتن، 7 فرزند داشته و یه مدتی هم با خواهر خانم اهدیه خواننده، خواننده معروف، ازدواج کرده، یه همسرش بوده. اینو نمیدونستم، یه اطلاعاتی که امروز گرفتیم. خب آقای ابراهیم شما یه چیزی می‌خواستید بگید. ممکنه که این مطلب در ابتدای صحبت هم به این مطلب ارتباط پیدا نکنه ولی ارتباط داره. ببین امروز زمان حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت محمد و حضرت عیسی نیست. امروز کسی نمیره به سنگ سجده بکنه. چرا میکنه؟ نه به اون شکل، به اون بت پرستی شکل اون موقع امروز وجود نداره. حالا یا از مسیر مذهب بوده یا از مسیر
روشنفکری انسان از مسیر علم بوده. اینا واقعا مسائلی است که کاملا عوض شده. و مذاهب وقتی که از اول شروع کردن، من یهودیت میگم که در مورد کسی صحبت نکرده باشم، در شما در تورات را اگه مطالعه بکنید میبینید که دو کانسپت، دو فهم از خدا وجود داره. یکی فهم یهودیت به خدا که به نام الهیم میشناسن، یکی هم به عنوان ادونای میشناسن. به اینا در حقیقت مثل که دو تا شخصیت، دو تا کاراکتر مختلفن. این بحث به فهم اون کسانی است که در مورد خدا صحبت میکردن. الهیم چه شخصیتی؟ یکیشون شخصیت حقوقیه، شخصیتی است که میخواد دادخواهی بکنه، میخواد انتقام بگیره، میخواد حسابرسی بکنه، میخواد دادرسی بکنه. یکی هم شخصیت عشقه. و اون شخصیت ادونای شخصیت عشق هست. یعنی اولی رئیس دیوان محاسبات، دومی ملوث. ما میبینیم که وقتی به دوره انبیا میرسیم همه این عوض میشه. چیزی که عوض میشه، اونها وقتی درباره نوشته هاشون، گفتارشون صحبت میکنید، مثل که دیروز عصر این را در نیویورک تایمز یا واشنگتن پست یا یه مجله، یه روزنامه، یه آدمی هست که تفکر اجتماعی و سیاسی داره و کوشش میکنه زندگی رو بهش نگاه بکنه. کمتر صحبت از خداست، بیشتر درباره انسان هستش، درباره انسانیت، درباره زنده بودنه. مذاهب یه چیز خیلی کلی دارن. شما اگه فرضاً از روغن چربیش رو بگیرید چی میمونه؟ من به شما بفرمایید از روغن چربیش رو بگیرید، چیز دیگه درش باقی نمیمونه. درست. مذاهب به شکلی که ما باید امروز بهش فکر بکنیم، و من فکر می‌کنم مقدار خیلی خیلی زیادی مطابق طرز تفکری است که انبیا یهود هم بهش فکر کردن. من نمیگم بقیه فکر نکردن، بقیه هم افکار رو دارن. به اون اینه که اصل قضیه یهودیت اون چیزی در انگلیسی ما میگیم compassion، شاید نمیدونم کمک بکنید من رو تجربه بکنم، لاقل شاید غمخواری باشه، شاید به فکر بقیه بودن باشه، همدلی باشه. ترحم نیست. ترحم یه کسی که مقام بالاتری به پایین تریش ترحم، همدلی و غمگساری نداره. غمگساریه. و اگه کسی ادعا میکنه در دنیا که مذهبی داره، یهودیت، مسیحیت، نصارا، هر چی که شما میخواید بگید، و این اکسیر، این جنبه کمپشن و غمخواری و همدردی رو با مردم نداشته باشه، من به هیچ وجه و به هیچ شکلی تحت هیچ لباسی، تحت هیچ گونه زبانی، به هیچ نوع واکنش ظاهری مذهبی، اون آدم رو مذهبی نمیدونم. من فکر میکنم معادلات هم حالیش که مذهب یعنی چی؟ چیزی که ما دنبالش باید بگردیم و چیزی که ما رو به هم گره میده، نزدیک میکنه و در این مورد ما میتونیم با هم خیلی همکاری داشته باشیم، اینه که دنیای خودمون رو، مملکت خودمون رو، جوامع خودمون رو به سوی این جهتی ببریم که برای هم دلمون بسوزه، به درد هم برسیم. خب چرا دنیا مسیر عکس رو انتخاب کرده آقای اوسپیان؟ چرا درست برعکس؟ یعنی هر چقدر که حالا دامنه پیشرفت‌های تکنولوژی وسیع‌تر و گسترده‌تر و فراختر میشه، دامنه خشونت رو به افزایشه، به شکلی که امروز در برخی از کشور اگه 100 نفر نمیرن اصلا، مثل عراق یا مثل پاکستان، مثل افغانستان، اصلا مردن و کشته شدن تقریبا شده یه عادت یومیه. یعنی باید هر روز یه 200-300 نفر کشته بشن، یا در سومالی یا در سودان، فرق نمیکنه. آقای اوسپیان، این را باید در عوض بودن و از بین رفتن سایلنت ماجوریتی از کنم اکثریت خاموش دانست، که اکنون این مسئله ایست که تمام دنیا دارن دربارش فکر میکنن و به خود به انگلیسی میشود سایلنت ماجوریتی از ایرلوونت، محلی از اعراب نداره. حالا قبل از این که جواب، یعنی اقلیت شریره که کاملا و اکثریت خاموش که قبلا دل خوش کرده بودند که اکثریت خاموش از کنم بانی و نگهبان و محافظ استانداردها و ولیوهای مذهبی، ولی این اقلیت خورد. الان در 750 ناحیه، ببینید فرانسه مگم چقدر بزرگی، از تگزاس کوچکتره. 750 ناحیه فرانسه دولت کاری نمیتونه بکنه، شریعت مقدس اسلام داره اجرا میشه، زنها باید اینطور باشن، اونطور باشن، حق رأی داشته باش. خب وقتی که در آمریکا که دعاهایی را که برای بخشش نمیدونم گناه نکردن، فسخ و فجور نمیدونم سکس نکردن دعا میکردن، اینا ورداشتن بلا فاصله از اورنج کانتی شروع شد،
یا آقای اومد موهاشو نمیدونم چطوری درست کرد و رنگ بنفش زد، نذاشتن بره مدرسه، رفتن تو دادگاه. داستان ها شروع شد. این شیاطینی که بغل منزل شما فرمودید، این انگشترها و منگشترها و نمیدونم و شرارت، به علت این که اقلیتی از محل اعراب نداشتن اکثریت خاموش داره سوء استفاده میکنه. الان در لندن محل هایی هست که غیر مسلمان پا نمیذاره. بسیار بسیار تبریک عرض میکنم به دیانت مبین اسلام، ولی اون روند آقای انگلستان این نبوده. خب یه مشکل اساسی داریم. چرا اکثریت اگه کاری نمیتونه بکنه؟ به خاطر که قانون جلوشه میگیره. یا اینجا دموکراسی است، ایشون مسلمونه، میخواد با قوانینی که حالا در برگیرنده احوال شخصی او زندگی بکنه. اینی که شما اشاره میفرمایید بله درسته. حتی بسیاری از دادگاه‌ها رأی دادن به اینکه مسلمان‌ها بتونن با همین با سنت‌های خودشون زندگی بکنن، حتی با قوانینی که حالا مربوط میشه به مشکلات خانواده، نمیدونم حتی ازدواج، اختیار کردن چند همسر، در خیلی از جاها دارن یواش یواش راه رو باز میکنن. خب چه میشه کرد وقتی دموکراسی چنین اجازه چیزی میده؟ از اشارتون عرض ببینید، هیچ اشکالی بنده در دیانت مبین اسلام که بارها گفتم ما از کوچکی با عربا بزرگ شدیم، بسیاری از مسلمانهای اهل پنل بنده مسلمانتر هستم، ولی خب ما داریم رویدادهای تاریخی رو عرض میکنیم، قضاوت نمیکنیم. وقتی که 6 نفر از اخوان المسلمین در کاخ سفید چیز اتاق و آفیس داشته باشن، شما خب این دیوانه کننده است. این خبر از کجا بوده؟ 6 نفر در کاخ سفید؟ از وزیرهای آقای اوباما مسلمانه. 6 نفر در کاخ سفید دفتر دارن؟ بله قربان. مگه چند تا دفتر داره کاخ سفید که 6 تا دفتر دارن؟ فراوان خانم میشل اوباما 40 تا ندیمه داره، 40 تا ندیمه، یکی ابروشو درست میکنه، یکی گوششو درست. عرض کنم حالا من سوالی دارم از جناب آقای فیلسوف گرامی شیرزاد ابراهیمیان. شیرزاد ابراهیمیان در اول فرمایشاشون فرمودند که امروز دیگر روز دینها و پیامبرانی مانند این و اون و اون و عیسی مسیح نیست. هم چیزی نگفتن. نه نه چیزی نگفتن. نه سوالی که ضبط شده. آقای بیان چه کار باید کرد وقتی دموکراسی جلو شما رو میگیره؟ میگن آقا اینا دلشون میخواد این گونه زندگی بکنن. درسته عوارض و پیامده و تبعاتی داره، گروه های تندرو این وسط بیکار نیستن، از این فضایی که دموکراسی ایجاد میکنه، از این امکانات و ظرفیت ها استفاده میکنن برای پیشبرد هدف های تبهکارانه. چه کار باید کرد؟ دموکراسی رو باید سرد کرد. چون من در انگلیس هم زندگی کردم و شاهدی مقدار از اون بودم، لااقل اون رو شخصی دارم خدمتون میگم. من فکر میکنم حتی در یک چنون جوامعی هم مثلا یک اقلیت در جامعه که مسلمان که خودش اقلیت هست و تندرو هست سبب یک چنون اعمالی میشه و خود مسلمانان، مثلا اکثر مسلمانان اروپا رو انتخاب کردن به دلیل اینکه زندگی در اونجا رو ترجیح دادن به زندگی در محیط هایی که بودند. حالا ممکنه دلشون بخواد که روی سرشون هم مقنعه داشته باشن، اون کسی کاری به کارشون نداره، ولی یک اقلیت تندروی بین همین ها در اونجا هستن و این همون اقلیت تندروی هست که جوزف عزیز راجبشون صحبت میکرد، شما هم اشاره کردید، در سراسر دنیا هستن که در اونجا میخوان قانون کامل شریعت رو اجرا کنن. اونجاست که به اشکال برمیخوره. حالا دولت انگلیس هم از اونجا چه کار کرد؟ باید شما هر کاری بکنید بالاخره مجبورید دموکراسی رو نقض کنید و دموکراسی رو محدود بکنید. دو راه به نظر وجود داره. یکی این که این گروه های تون رو همیشه دنبال بهانه میگردند و یک نمونه هایی رو پیدا میکنند که این نمونه ها رو علم میکنند و بعد نشون میدن که علیهشون تبعیض شده. این نمونه ها رو باید تا اونجایی که ممکنه کمترش کرد، در نتیجه در زمین های میزبان باید تلاششون رو کنن که اینجور نمونه ها کمتر باشه که این گروه های اقلیت تند رو نتونن از اونها استفاده کنن. قسمت بعد این هست که خود فرهنگ غرب به جای اینکه پسیو باشه، یعنی عقب بنشینه و نگاه بکنه، باید سعی در آگاه کردن این مردمی که از سرزمین های دیگه اومدند و با فرهنگ غربی آشنا شدن. نشد. نه باید تلاش کردن نشد. نکردن واقعا. همین رو داشتم خدمتتون میگم. برای اینکه این اقلیتایی که از سرزمین های مختلف میان اکثرا اینها قاطی نمیشن.
کنار خودشون بودن که اونم عیبی نداره، نمیشه مجبور کرد که مردم رو بیان همش قاطی بشن، ولی باید راههایی پیدا کرد که با فرهنگ سرزمین میزبان آشنا بشن تا خوبی های فرهنگ میزبان رو ببینن، چون این فرهنگ ها هم به هر حال شاید ده ها شاید صد ها سال هست که روش پیشرفت رو داشته، آهسته آهسته انجام میده. باید تمام این راه ها رو باور کنید دفتن، چون من خودم ناظر بودم. بله. حالا یه سال خیلی مهم از آقای میزاغاسی دارم. آقای میزاغاسی بعد از شکست طرح به اصطلاح مستحیل کردن خارجی ها در فرهنگ کشور میزبان، اینا به فکر افتادن که به طور محلی مسلمان ها رو مجاز بکنن که طبق قوانین خودشون احوال شخصیتشون بر طبق قوانین خودشون باشه. شما به عنوان یه مسلمان موافقی با این کار؟ اجازه بدید که من به یعنی تابع قوانین محلی نباشن، از قوانین خودشون بهره گیری کنن تو دادگاه. شما موافقی به عنوان یه مسلمان یا نه؟ یعنی فکر باری امتیاز خوبیه. ببینید در سال 1839 یک قراردادی بین ایران و آمریکا بسته شد که احوال شخصیه دو کشور مورد قبول دولت‌هاشون باشه. احوال شخصیه عبارت است از تولد، ازدواج، توارث، طلاق و مرگ. درست. و در عمل وقتی که خواستن اینو انجام بدن دیدن که همه اینها امکان پذیره، اما قانون طلاق نمیتونه که جزء احوال شخصیه در بیاد. ازدواج چند همسری چی؟ چند همسری جزء قوانین قرآن نیست. حالا اون بحث رو ما مطرح نمی کنیم چون به بیراهه میریم، ولی قبول قوانین ازدواج با قبول قوانین طلاق ایجاد اشکال در مورد طلاق ایجاد اشکال کرد، به خاطر اینکه موضوع طلاق در آمریکا یه موضوعی است که هم با سرپرستی و قیمومت سر و کار داره، هم با موضوع دیورس به معنای جدایی و طلاق سر و کار داره، هم با موضوع مالی سر و کار داره. و اگر قوانین ایران رو می‌خواستند که در این کار به کار ببرن، مجبور می‌شدن که قوانین اقتصادی و قوانین قیمومت رو هم از ایران در این رو پیاده بکنن. و در ایران قوانین قیمومت به زن این حق رو نمیده که قیم یا ولی قهری فرزندان صغیر خودش باشه. مجموعا این قرارداد تا امروز هم باطل نشده، ولی از نظر بسیاری از حقوقدانها نادیده گرفته شده. پاسخ سوال شما رو من اینطور میدم که به عنوان یک مسلمان، من معتقد هستم که اساساً هیچ دینی من جمله دین اسلام نباید مجاز باشه که ضوابط و عرف خودش رو خارج از مجلس قانونگذاری در هیچ واحد سیاسی یا اجتماعی قابلیت اجرا بهش بده. و قانون توضیح بده. قانون تنها در زمانی قابل اجرا و قابل اعتباره که مردم یا کفر داشته باشن، یا دین داشته باشن، یا مشرک باشن، یا گاه پرست باشن، یا بی دین باشن، اصلا هر چی میخوان باشن. مردم باید آزاد باشن که یاد بگیرن، و یاد گرفتن با آزادی بیانه. آزادی بیان با این نیست که ما که در داخل هر کدام از ما به علت تربیت قبلی که داشتیم یک خلخالی کوچک هست که با ما رشد میکنه، اگر قدرت ما زیاد بشه خلخالی درون ما هم بزرگ میشه، و ما عادت داریم که دست روی دهن هم دیگه بگذاریم و نذاریم که هم دیگه حرف بزنیم، و در جامعه هم همین کار انجام میشه و به نام آزادی بیان خفقان بیان ایجاد میشه. اما اگر که ما یاد بگیریم و بگذاریم که هر کسی حرف خودش رو بزنه، ما هم اگر حرفی مخالف یا موافق اون داریم بیان بکنیم، تصمیم رو به مردم واگذار بکنیم که مردم تصمیم بگیرن. وقتی مردم تصمیم گرفتن در یک نظام دموکراتیک، مردم بر ارزش‌هایی که خودشون دارن رأی میدن و قانون به وجود میارن روی ارزش‌هایی که بهش باور دارن. اون قانون فقط قابلیت اجرا داره، یعنی اعتقادات مردم خارج از سیستم قانونگذاری در هیچ کجای دنیا نباید اعتبار داشته باشه. مطلبی که شما اشاره فرمودید در مورد اینکه دموکراسی تا کجا باید پیش بره، دموکراسی به قول
اهل حکمت اسلامی شرط لازمه، ولی شرط کافی نیست. یعنی سیستم دموکراتیک یه سیستم ریپرزنتیشنه، یه سیستم نمایندگیه. بارها تو همین برنامه هم گفتم اگر ما بخوایم که در لاس وگاس یک حکومت دموکرات سر کار بیاریم، همشون قمارباز میشن. اگر ما بخوایم که در قم یک حکومت دموکراتی سر کار بیاریم، همشون خلخالی میشن. بنابراین ما بایستی که دموکراسی رو در کنار یک عنصر دیگری قرار بدیم که شرط کفایت این روش دموکراتیک هست، و اون روش یاد گرفتن اخلاق دین واقعی. و کار دین واقعی این است که به افراد اخلاق بیاموزه و انسانها یاد بگیرن که اخلاق تنها وسیله ایجاد صلح و تعادل و بقا و امنیت و اتحاد مثال من جواب ندید در دنیا. شما به عنوان یه مسلمان موافقید که مثلا گروه های از ادیان مختلف، چرا فقط مسلمان ها؟ چون توی مملکت 145 اقلیت داره زندگی میکنه، 145 فکر کنید همه قراره توی این چهار دیواری احوال شخصی با قوانین خودشون زندگی کنن. پس دیگه از دموکراسی قانون دیگه چی میمونه؟ من پاسخ شما رو دادم. و بعدم نمیشه منحصر کرد فقط به گروهی از مثلا مسلمان ها. فعلا تو اروپا فقط به اونها دارن امتیاز رو میدن. ممکنه یه نکته بگم؟ ببین ببین نمیخوام ادامه نمیدم بیاد. خیلی توجه داشته باشید که دموکراسی یه کسی قبول کرده، یکی ازش سوء استفاده میکنه. اگه کسی واقعا دموکراسی رو قبول بکنه در اروپا یا هر جای دیگه، قضیه حله. گرفتار این افراد اینه که اینها میخوان هر جا خواستن سوار اتوبوس دموکراسی بشن، هر ایستگاهی هم خواستن از اتوبوس دموکراسی بیان پایین. و این کاریه که اینا خیلی قشنگ انجام میدن. هر جا که قراره به دادگاه‌های اونجا مراجعه میکنن، آقا جون دموکراسی رفت، ما ظلم کردن. ولی هر وقت هم صلاحشون نباشه، کاملا دموکراسی رو زیر خاک میکنن، اون راه میدن. دون ریسپکتد. من برای اینکه پاسخ شما رو عرض بکنم، نکته مهم فقط در نسل اولی که مهاجرت میکنه از یک کشور به کشور دیگه، سنت ها، افکار، همه چیز خودش با خودش میبره و تغییر اون خیلی سخته. تنها راهی که واقعا در لانگ ران کمک میکنه اینه که محکوم بکنن، مجبور بکنن طبق قانون که بچه های مهاجرایی که به یک کشور تازه میرن باید یه آموزش مشترکی با بقیه بچه های اون مملکت بگیرن، که حداقل یک فرهنگ تازه ای را از کشور تازه. باور کنید 50 سال اخیر از زمانی که اولین گروه های مهاجر به عنوان کارگر مهمان مثلا از ترکیه آمدن به اروپا و بیشتر هم وارد آلمان شدن که تعدادشون امروز از 5-6 میلیون نفر، خب تمام این راه ها رفته شد. همش تصور میکردن که خیلی خوب نسل اول این گونه است، میخواد با قوانین خودش زندگی کنه. نسل بعد که در اینجا به دنیا میاد و اینجا بزرگ میشه، متفاوته با پدر مادر. دیدن این به مراتب از اون بدتر شد، افراطی تر شده. حالا نسل سوم و چهارم که دیگه با پیداست، میرن در افغانستان دورهای تروریستی میبینن با گذرنامه مملکت میزبان که مملکت خودشونه دیگه. من پدر مادرها 5 نسل پیش اومدن، برمیگردن و میخوان اونجا رو در اونجا اعلام جهاد کنن. اعلام جهاد هم کردن، بارها هم دیدی به دست کردن، به دست عملیات. آقای میبودیم پاسخ من تموم نشد به فرمایشتون، چون خیلی موضوع حساسه. تنها مرجعی که اجازه وضع قانون داره خارج از هر نوع دین، خارج از هر نوع اعتقاد و باور، مجلس شورای ملی اون مملکت. تموم شد. پس ایشون مخالفم. آقای بیات شما موافقید یا مخالف؟ که من واقعا فکر میکنم که ادیانی که رهبر روحانی دارند، تا وقتی که رهبرهای روحانی این ادیان به خطا بودن روشی که به کار دارن میبرن در این اونها صحبت میکنیم آگاه نشن و برای حفظ روحانیت دیانت خودشون، حقیقت دیانت خودشون قدم جلو نگذارن و سعی کنن مردمشون رو به طریقه دیگه‌ای هدایت بکنن و حتی در عمل کارهای بدتر بکنه، یعنی تندروتر از مردمشون بشن، راهی نداره. چون این مردم عادت دارن تقلید میکنن از رهبران مذهبیشون. تا وقتی که رهبران مذهبی زیادی پیدا نشن که حسن نیت داشته باشن و بیان به مردمشون بگن در گذشته ما اون روش رو داشتیم، حالا روش‌های بهتری به نظر میاد که میشه با همزیستی با دیگران زیست،
تا وقتی که این کارو نکنن جوانهاشون تون رو تفاهم. آقا شما حاضری اشکال تقلیده. شما ترجیح میدید یک بحث اجازه میفرمایید قوانین یهودی زندگی همین قوانین ایالات متحده آمریکا. والا قوانین امریکا از این نظر همونطوری من شاید 5 6 ماه پیش صحبت کردم، ما به طور تدریجی در امریکا به اینجا رسیدیم که هستیم. قوانین فدرال امریکا به همه ظاهرا آزادی داد، ولی این آزادی ها در سطح فدرال بود و فقط متمم 14 قانون اساسی امریکا بود که به گروه های مختلف اجازه داد، در این حالی که به قوانین اساسی حکومتی باید احترام بذارم اجرا بکنن، در داخل خودشون میتونن کالچرهای خودشون رو هم نوز بزنن. ولی معلومه من فکر کنم رشد فکری اون افراد به اندازه بود که فهمیدن که این یک هدیه خیلی مهمه، بعدش سوء استفاده نکردن. گرفتاری یه مقدارم در مورد اصل تقلیده. شما فکر کنید یه فرهنگ یه کالچری ممکنه مقلد باشه، یکی نه، حق داره که نوآوری بکنه، حق داره ایراد بگیره، حق داره سوال بکنه، حق داره تغییرات مختلفی رو ایجاد بکنه. یک اشکالی که شاید من اینو به عنوان اصل حرفی نمیگم در جریان اسلام وجود داره، که تقلید در اسلام خیلی قویه، خیلی خیلی قویه، قوی تر از بقیه گروه در اسلام، در تشیع در اسلام که نیست، در اسلام تاریخی وجود داره. من در پاسخ جناب علی و همینطور آقای دکتر بیات، یک راه حلی که به نظرم میرسه این است که به طور کلی نقش رهبران مذهبی به عنوان اتوریتی، به عنوان مجاز، باید کاملا از بین بره و افراد برای یاد گرفتن دین خودشون دارای استعداد و توانی هستند که به صورت مستقل قادر باشند که با دین خودشون و حقایق دین خودشون آشنا بشن. بزرگترین صدی که در راه یاد گرفتن دین وجود داره رهبران مذهبی هستند. در اسلامی که من به عنوان یک مسلمان قرآنی راجبش صحبت میکنم، وقتی در تاریخ اسلام که مطالعات بسیار زیادی هم من دارم مطالعه میکنم، نقش قرآن رو در فسادی که در دنیا وجود داره من نمیبینم، و نقش رهبران مذهبی و نقش تقلید مردمی که از رهبران مذهبی تقلید، همین موضوع تقلیدی که شما فرمودید یک اصل اسلامی نیست. همین موضوع عرض می کنم در خاطر شما، ولی قدرت شما اجازه شما اجازه بدید. بدبختانه که بینندگان گرامی این بحث بسیار جالب که جناب آقای میبودی اصل مطلب رو شما فرمودید ولی از مجرای اصلی خارج شد مطابق معمول. تایید فرمایشات شما را باید گفتارهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور یا نخست وزیر انگلستان، ببخشید روسیه، گفت هر کسی که پاشا میذاره اینجا باید قانون ما، زبان ما، روش ما اونا اقلیت هستن، ما اکثریت هستیم. که چه دیکتاتوری شد؟ چرا قربان؟ حالا خوبه؟ حالا همین دارم میگم. ببینید چقدر یعنی فاصله دیکتاتوری تا دموکراسی بازفته برنده موس. من تمام نشدم اجازه بفرمایید دیگه، رودرواسی ها کنار، چند میلیون از ملت ما تا صبح لب تو خیابون میخوابیدن جلوی سفارت آمریکا که ویزا بگیرن، چند میلیون از ملت ما اومدن آمریکا را بهشت حساب میکردن و عده اومدن، حتی بمباران مال بوستون را هم خوشحالن. قربان باید توجه داشت، نمک خوردن و نمک نوش کردن کار درستی نیست. در مورد اخوان الاسلامی که بنده عرض کردم باید تکرار کنم، یک چیزی را درباره آقای اوباما بگم. بنده خیلی بیشتر از اونی که اینجا فرصت هست، بنده در تمام مسائل پژوهش دارم. اخوان الاسلامی سر برای خودش بسیار جالب، بسیار مقدس، ولی اخوان الاسلامی خودش یا شاخه تروریست دارد. همانی است که نواب صفا در ایران باعث کشتن سپهبد رضوارا بیچاره نواب صفا شاعر نواب صفویه آقای گرامی شما را با لباس گوسفند راه دادن تو این منزل، بهتون کوپن مجانی میدن، دکتر مجانی میدن تو منزل، ماشاءالله بهترین بهش زندگی میکنی، اون وقت از اون وقت آمریکایی را داری تختعه میکنی و میگه باید شریعت من اونجا اجرا بشه. ثانیا این آقایونی که عرض کردم در کاف سفید هستن، اینا تروریست هستن. حالا چطوری دارن اعتراض میکنن؟ اکثریت
خاموش فرانسه به پا خواسته. ماشاءالله الله اکبر کبیرا، خانوما بلند شدن که جزوشون تعداد زیادی زن ایرانیه. ماشاءالله از کمر به بارا را برهنه کردن، پایین تنرم از مایو به پایین شعار نوشتن که ما قانون خودمون رو میخوایم، شریعت نمیخواد. آخه این که نشد پستانهای لخت را بندازی بیرون بگیم. این گروه پوتیست همینان در اعتراض با آقای پوتین این کار کردن و گروهی هستن خیلی فعال، هم فمینیستن، خیلی باسوادن، اغلب تحصیل کرده، اغلب فارغ التحصیل علوم سیاسی و فکر میکنن که این تنها راهیه که میتونن توجه رو میگن. همه راه ها رفتیم دیم، هیچ کس به اصطلاح به وضعیت زنان تو این مملکت توجهی نشون نمیده، هیچ وقت در هیچ دوره از تاریخ. و حالا با این کاری که کردن واقعا جلب توجه کردن، یعنی تمام دنیا الان دائما با اینا مصاحبه میکنه، گفتگو میکنه، شما در زندان هستن، میگن رای پیدا نکرد. هر راهی رفتیم رای نبود که بتونه عالمگیر باشه، جهان شمول باشه، صدای ما رو به گوش دنیا برسونه. اینی که ناچار شدیم از این حربه استفاده کنیم، اینم در دفاع از اونها. آقای میگوری بزر... با کی مصاحبه میکنن؟ با اون خانوما؟ مصاحبه های بعد گذاشت شما را بردن عصب به نمایندگیش استودیو بفرستید با شما. خب به من بفرمایید این اخوان مسلمینی که میگی تو کارتن این از کدام، یعنی از مصر منظورتون بود؟ حله از مصر آمد. حالا خب اضافه بکنید که همین الان دارن دفتر طالبان گشایش پیدا کرد در قطر، گفتگوها بین طالبان و جهان متمدن غرب ادامه پیدا. آقای بیا، دولت اوباما رسما که میخوان ایمپیچ بکنن، این ایمپیچ میخوان بندازنش، رسما میگه هر مسئله ای که ما داریم دیانت مبین اسلام قربونشم برم، نمیذارن مردم بفهمن. نه خب وقتی یک استاد، وقتی یک رپرزیدنت جمهور مسلمان باشه، خب باید اسلام را رواج بده، باید پای دست این هم از روی تا خب اجباد از بازدار چه بعد دنبت آقای بیات امیانان این اگه میخواید دنبال دموکراسی هستید و مصداقش اینها اسم اینجا ما امریکاست، دوستان ما از ادیان مختلف نشستن توی این مملکت که این امکانی در هیچ جای دنیا به هیچ کس نمیدن، هیچ کس. چون من در اغلب کشورها تلاش کردم تلویزیون داشته باشم، نشد. رادیو داشته باشم، اصلا تقریبا غیر ممکن بود، غیر ممکن. فقط تو این مملکت میشه این کارو کرد. رازه نشست راجع به سیاست گذاری های کاخ سفید هم اعتراض کرد. برمیگردیم پس اجازه بدید بعد از بازارچه بنده یک موجود من وجود داره چه نزد اینتلیجنس سرویس MI6 همینطور سازمان اطلاعات و اطلاعات مرکزی فرانسه، در همین آلمان بوندسناخریشتندینس، در خود ایالات متحده آمریکا، از فشارهایی که برخی گروه‌های فشار مذهبی روی به اصطلاح هموطنان خودشون بیارن در کشورهای غربی برای رعایت شعائری که خب قاعدتا در کشور مبدا اجرا می‌شده، اینجا دیگه قابلیت اجرا نداره و گرفتاری ایجاد می‌کنه. مثلا همین حجاب، استفاده از حجاب و این جنگ و جدل هایی که وجود داره، یا حتی تهدید در آلمان آخوند محل تهدید میکرده مردمان و خانواده ها رو به اینکه چگونه با دخترانشون فرزندانشون به رفتار بکنن، جلو دوستی اونها رو با خارجی ها بگیرن. خارجی ها منظورشون مردمان اون مملکت، پسرها دخترها، و نگذارن که اینها با همکلاسی های خودشون مثلا رفت آمد بکنن. خیلی داشتیم و چقدر قتل اتفاق افتاده، قتل های اغلب ناموسی با به تحریک همین آخوندهای محلی در خب آقای ننوبه آقای بیات بعد شده بازارچه که برگیرد بفرم ارکنم در تاییدش فرمایشات صحبت ها وقتی که رضا شاه بزرگ بله تمام مدارسی را که غیر فارسی تدریس میکردن تعطیل کرد. خب فراموش نکردیم. خب چطوری کرد؟ انجام داد، چون مملکتش نمیخواد. دوگل، جنرال دوگل به این مهمی وقتی که نیتو نورت آتلانتیک تریتی ارگانیزیشن مرکزش در پاریس دید نخه این خانم های آمریکایی میان، ماشاءالله معلوم نیست لباساشون تا کجاست و همبرگر و راکنرول، گفت داره فرهنگ ما از بین میره.
به قیمت عجیب و غریبی که نزدیک بود فرانسه ورشکست بشه مرکز ناتو رو از پاریس انداخت بیرون، گفت ما کالچر ما فرهنگ ما از این مهمتره، انداختش تو بروکسل. مردم زحمت میکشن برای کالچرشون اهمیت قائلن، ولی خب امروزش ببخشید همه چیز آقا بیاد بشه بیاد بس کنم که اکثریت خصوصا جوانها و تحصیل کرده های ما به بسیاری از نتایجی که ما داریم صحبت میکنیم رسیدند. شاید هنوز هم عده‌ای در ایران ما هستند که به این نتایج نرسیدند و حقیقتش اینه که جامعه اسلامی نه تنها در ایران بلکه در بقیه دنیا هم بر سر یک دوراهی است و این دوراهی انتخاب اون چیزی است که بقیه دنیا با انتخاب اون داره جلو میره، حرکت میکنه، نظم و آرامش برای خودش میاد، آزادی بیان، آزادی‌های فردی رو تضمین میکنه و اجرا میده، یا اون جوامع سنتی که در سرزمین‌های اسلامی وجود داشته که در دوران خودش شادم بسیار خوب بوده، دورانش گذشته. این اون دوراهی هست که مردم ما درش بودند و آزمایش‌های مختلفی هم شده. مثلا آتاتورک در ترکیه بعد از شکستشون در جنگ‌های اول و دوم بالاخره یک سازمان کشوری رو ایجاد کردن که این کشور به طور کامل سکولار شد و بسیاری از جوانب شریعت رو کنار گذاشتند. حالا یا به دلیل اینکه فکر کردن این قوانین شریعت ریشه در حقیقت اسلام نداره در قرآن و بقیه، یا اینکه فکر کردن اینها دیگه حتی اگر در قرآن هم بوده مضره، اینها رو برداشتن عوض کردند. در ایران خودمون در دوران رضا شاه فقید چنین آزمایشی انجام شد و دیدیم که اومد و اصل دخالت نداشتن روحانیون رو در سیاست اجرا کرد، یعنی روحانیون رو به عدهشون اولا فوق العاده کم کرد و به مساجد برگردوندشون. میبینیم کشف حجاب انجام شد و آزادی زنان رسیدن، قوانین مدنی رو جایگزین قوانین شرعی کردن و میبینیم که ایران ما چه جهشی به طرف پیشرفت داشت انجام میشد تا اینکه دوباره به بیراه رفت. پس این دوراهی که دارم خدمتتون عرض میکنم یک دوراهی حقیقی است که برای همه جوانب جوامع اسلامی وجود داره. باید بیان بنشینن تصمیم بگیرن، ولو اینکه بسیاری از این چیزها ریشه هم در قرآن داشته باشه، آیا باز هم میخوان انجامش بدن؟ یعنی وارد این بحث فلسفی نشیم که آیا این در قرآن هست یا نیست، بیایم وارد این بحث بشیم که آیا این طرقی که وجود داره مفیده یا مضره. اگر مضره باید کنارش گذاشت. خب یک چنین حرکتی در ایران ما در 160 سال قبل پیدا شد که حرکت آیین بهایی، آیین بابی و آیین بهایی بود و تمام این چیزهایی که نیاز به تغییر داشت یکی بعد از دیگری آورد و یه عده کثیری اومدن به این آیین گرویدن. در نتیجه من به عنوان بهایی وقتی از این تریبیون میگم که اصل تقیه رو باید کنار گذاشت و اصل تقلید رو باید کنار گذاشت و روحانی حق حکومت به اسم روحانی نداره، قانون شریعت رو باید عوض کرد با قوانین مدنی و بعد منشور جهانی حقوق بشر باید بشه قانون اساسی همه سرزمین ها مثل سرزمین ما و بعد نظام جامعه باید تبدیل به یک نظام دموکراتیک بشه با نگاه داشتن زیبایی ها و ظرافت هایی که در گذشته در شرق ما بوده. خب به من میگن تو چون بهایی هستی داری این حرفا رو میزنی، ولی حقیقتش اینه که ما برای آینده ایران و پیشرفت و سرفرازی و افتخار ایران فکر میکنیم این تغییرات لازمه، حالا چه این مردم بخوان بهایی بشن چه نشن. ما اصولا به این مسئله توجهی نداریم. برای ما بهایی شدن یا نشدن اون مسئله جداگانه است. ما برای سربلندی و آزادی ایران میخواهیم که اکثریت مردم ایران خصوصا اکثریت تحصیل کرده های ما بیان و رسما چنین تغییراتی رو در سرزمین ما به وجود بیارن. کشورهای دیگه اسلامی حتی از ایران ما هم عقبتر هستن، البته به استثنای ترکیه. کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان و نمیدونم حتی مصر و سوریه و اینها هنوز باید بیان یک چنین چیزی رو تجربه بکنن. جوانهای تحصیل کرده ما اومدن تجربه کردن و دیدن این چیزی که به عنوان انقلاب اسلامی بهشون داده شد و به عنوان قانون شریعت چیزی نیست که میخواهند. کشورهای دیگه شاید ناچار هستن ابتدا یک چنین نظامی رو برای سر کار بیارن تا به این نتیجه برسن که نمیتونه کار بکنه. پس به صورت خلاصه
ما میدونیم چه تغییراتی باید در سرزمینمون پیدا بشه برای آزادی و پیشرفت مردم ما و سرزمینمون، گرچه اینها همه ریشه در آموزش‌های بهایی داره که با صراحت حضرت بهاءالله می‌فرمایند تمام اینها رو ما از کتاب نسخ کردیم، تموم شد رفت، حالا چه در کتاب بوده نبوده نسخ شده. اگر مردم ما هم یک چنین برداشتی رو بکنن و انجامش بدن، اسم هر اسمی دلشون میخواد روی خودشون بگذارن، اسلام جدید، اسلام مدرن، اسلام این و آن، هیچ عیبی نداره. مهم اینه که مردم این شرایط اجتماعی رو عوض کنن. متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی، من فکر می‌کنم جوری هنوز در مورد این مسئله دخالت دولت در تغییر شکل اجتماع هنوز رأیش نداده. هم تجربه ایران و هم تجربه ترکیه ممکنه که یه جهشی در این دو تا کشور اول ایجاد کرده، ولی عملا برگ من ترکیه رو در فاصله 30 سال 35 سال دو بار دیدم و کاملا تغییر شخصا به چش خودم دیدم. ایران هم همه ما میدونیم که این تغییرات که از طریق دولت به صورت امریه و میاد کمک نمیکنه. کشف حجاب در ایران موفق نبوده، عملا قبول بود، برای که اثر دولت اومده، از بالا اومده. در ترکیه هم نبوده، برای که مردم برمیگردن، برای که هنوز ریشه های اون تفکرات و فرهنگ درشون وجود داره. اینه که باید قضیه خیلی از پایین‌تر، از کالچر مردم، از پایین باید درست. مردم باید واقعا به قضیه اعتقاد پیدا کنن شخصا، نه که بهشون دستور بدن و مجبورشون بکنن. دو تا نکته دیگه، اتفاقی که در اروپا داره میفته رو بهش توجه داشته باشیم. اروپا دچار یک بیماری خیلی بزرگه، مشکل خیلی بزرگتر از آمریکا داره. چرا؟ اولا اینکه جمعیت خود اروپا روز به روز داره روز به کم شدنه. بعضی از کشورها مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل روسیه دچار بحران کمبود جمعیتن. جمعیت روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، نه افزایش. دو، جامعه اروپایی کاملا مذهب رو به طور کامل، نه اینکه بگم که مذهب به عنوان یک عامل حکومتی، به عنوان یک عاملی که در اخلاقیاتشون اثر داشته رو به مقدار خیلی زیادتری کنار گذاشتن. و در این محیط زشت و در ضمن اونها یک مخالفت‌های ریشه‌ای با فرهنگ و مذهب دیگه از گذشته داشتن و هنوز هم دارن. و در این نتیجه مذاهب دیگه من جمله مسلمان‌ها، حتی یهودی‌ها هم در اروپا در حال حاضر هنوز افکار انتیزمیتیز و غیر ضد یهودی در اروپا هم وجود داره. اینه که مسلمان ها در اروپا دچار یه اشکال خیلی بزرگ هستن. یکی اینکه اصولا واقعا افکار عمومی باشون گرفتاری داره. دو، من اینکه جمعیت مسلمان ها در اروپا رو به افزایش هست. سوم، اینا اعتقادات مذهبیشون خیلی قوی تره. اینه که این کلش، این برخورد بین این دو کالچر کلش خیلی بزرگیه. این هم توجه داشته باشیم که این تغییراتی رو که اروپا طی کرد و به امروز رسید 300 سال طول کشید، 3 قرن طول کشید اروپا از اون دورانش به این دوران برسه. ما هم در ایران، در ترکیه، در خاورمیانه این تغییرات رو باید حس بکنیم. فقط اونا که عاقلن، اونا که نویسندن، اونا که بوگندن، اونا که واقعا محصرن میتونن این تغییر را، این ترانسفورمیشن را آرام بکنن، کم خطرتر بکنن، دردش را کمتر بکنن، مرگ و میرش رو کمتر بکنن. That all we can do. کار دیگه ما نمیتونیم بکنیم. و من فکر نمیکنم راهی و فرمولی وجود داشته باشه که ما بتونیم شبانه این موضوع رو حل بکنیم. ولی به یه چیز رو ما بهش اعتقاد دارم، به اینه که هر جا که حکومت مذهبی، هر مذهبی در دنیا وجود داشته باشه، اون مملکت، اون گروه روی صفا و روی ستر و روی آرامش به خودش نخواهد دید. تشکر میکنم. یه جور واقعا اینجا گفتنیست که حالا همه حرفا رو زدی، ولی وقتی نگاه میکنید به صحنه دنیا، به شطرنج جهان، خوشبختانه ایرانی ها در هیچ جا در این کانون های افراطی حضور ندارن. این باعث افتخار، یعنی به هر جا رفتن سعی کردن قوام به قوانین اونجا احترام بگذارن، سعی کردن جایگاه خودشون رو پیدا بکنن، سعی کردن کاری کنن که دیگران احساس نکنن که اینها اومدن اخلال بکنن یا در کارون ها. این فوق العاده است. از این بابت ما باید خیلی به خودمون ببالیم. دو، سوالم از همه دوستان به ویژه از آقای میرزا آقاسی و از بقیه اینه که خب معمولا این نفر که لباس مذهبی تنشه به قصد این که حتما کار مذهبی داره، حرفه مذهبی داره، شغلش اینه، وعظ میکنه، واعظ، کلاس داره، کلاس دینی داره. و حالا اگر کسی هیچ کدوم از این کارا رو نداشت، یعنی نه وعظ کرد، نه واعظ بود، نه در به کلاس مذهبی داشت، نه مکتبی، نه در حوزه بود، ولی اگر لباسش حفظ کرد، این منباب تفاخر و یا گرفتن امتیاز آقای روحانی نمونه شه. نه واعظه،
نه کلاس درس داره، نه تدریس مذهبی میکنه. تمام فعالیت‌ها سیاسی و امنیتی بوده در تمام این سال‌ها. این لباس از چه هنوز بر تن ایشونه؟ به قصد امتیازخواهی است؟ حتی آقای رفسنجانی، آقای رفسنجانی هم می‌دونیم نه دیگه واعظ امور دینی رو انجام میده، نه به رتق و فتق امور دینی مردم، بلکه ایشون هم خب یه شخصیت سیاسی محسوب میشه. آقای میزاغازی، این حفظ این لباس اصلا معنیش چیه تو این چهار دیواری؟ من متوجه قبل از این راجب حجاب جناب عالی صحبت فرمودید که مربوط به همین لباس هم میشه. خیلی عجیبه که هر چقدر که در این برنامه و در برنامه‌های دیگه ما این صحبت رو تکرار میکنیم که مردم برای شناخت اسلام خوب یا بد به اصل اسلام که قرآن هست مراجعه بکنید و اسلام رو از من و یا اسلام تاریخی یاد نگیرید، اسلام قرآنی رو از اسلام تاریخی جدا بکنید. وقتی شما هم صدا میشید با آقای خامنه ای، او میگوید در اسلام سنگسار هست، شما هم میگویید که در اسلام سنگسار هست، پس شما و او با هم هم عقیده شدید، با هم متحد شدید در انجام یک کاری که در قرآن وجود نداره. لغت حجاب آقای میبودی یک بار در قرآن نیامده، یعنی شما سراسر قرآن رو که از آغاز تا پایان مطالعه بکنید حتی یک بار ما لغت حجاب رو به معنای پوشش در قرآن نداریم، به هیچ معنایی اصلا لغت حجاب رو ما در قرآن نداریم. قوانین دین تا اونجای مجاز هست که با قوانین مدنی تداخل نکنه و الا نمیشه که قوانین دینی رو کاملا کنار گذاشت. قوانین فرهنگی دینی و ارزش‌های سنتی همه دین‌ها باید رعایت بشه. اونجایی که دین وارد قوانین مدنی میشه و تعارض میکنه به قوانین مدنی، در اونجا بایستی که متوقف بشه. در اسلام طبقه‌ای به نام طبقه روحانی وجود نداره. لباسی که این افراد تنشون میکنند، این لباس از اول لباس تجاوز به حقوق مردم بوده، یعنی نوعی حاکمیت و نوعی سلطه بر مردم رو نشون میده. عمامه اینها علامت تاجه، اون ردایی که به دور خودشون عبایی که میاندازن. شما این شغل نداشتی؟ نه خیر، من آدم بیگناهی هستم. تو خونم نداری لباس؟ من فکر میکنم که این توهین به توحید، توهین به قرآن و توهین به خداست و در واقع فریب مردمه که افراد یک لباس خاصی رو دارای احترام و حرمت بدونن و به پارچه حرمت بدن در مقابل عقیده. این افراد به نظر من هر کس که لباس مذهبی برای خودش ایجاد میکنه و لباس مذهبی رو وسیله حکومت میکنه، اصل این لباس قائل شدن خودش یک نوع کلاهبرداری. تشکر میکنم. خب سپاسگزاریم دوستان. نمره چند میدی آقای سپیان به برنامه امروز؟ خیلی بالا. رویت خیلی امروز شادابه. اگر اجازه بدید به همشهری گرامی شما حافظ نمره بدیم. خواهش رو بفهمه. میفرماید مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست. بوسیدن چقدر حرف قشنگی زد. من فکر کردم شما مثل اولش خیلی خوشتون اومده. نخیر قربان. دوباره بخونید. مثل اول بخونید. مثل اول. بخونید اگر... اگر ما رو بفرستید مصاحبه با اون خانوم ها، اون مثل اول خوش یاد میکنیم. مثل اول خیلی دستگاسیه. خب واقعا برنامه جالبی بود. خیلی تشکر میکنم از دوستانم مثل همیشه با خیرات همه برخورد کردند و این مشکلات رو بازگو کردیم. هم الان خوشبختانه بخش عظیمی از این مشکلات به ما برنمیگرده، به ویژه در دنیای بیرون. ایرانی ها سر در کار خودشون دارن، در هر جا که بودن واقعا هم احسن بر اونها و سعی کردن که قوانین مملکت میزبان رو رعایت بکنن. نگاه بکنید به گزارش اشپیگل درباره اقلیت ایرانی در آلمان، آیس افتخاره تا اقلیتی که دردسر درست کرد، بقیه دردسر درست کرد، بهانه جویی کردن، دردسر درست کردن، سعی کردن که گروه های فشار ایجاد بکنن، سعی کردن که جامعه میزبان رو تحقیر بکنن، حرف هایی زدن نسنجیده بر سر منابر. ثبت شده اینا، اسنادش وجود داره. یعنی مردمان رو خودشون رو تشویق کردن به اینکه بلند شید بکشید. اینا کافرن، اینا کافرن. امثال آقای حسپیان اشارش بوده. این سوال بعدا مطرح کن، این سوال خیلی مهمیه. چرا
علی رغم با بودن داشتن همون مذهب ایرانی ها با بقیه فرق میکنن. با هفته آینده به این فرمایش شما فهمش خیلی خیلی مهمه. چرا 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 هفته آینده تغییر روحانی عزیزم سفر جاودانگی خوش، امیدوارم که حالا در این سفر احساس آرامش بکنی. 30 سال شوخی نیست. مجدد تسلیت میگم به خانواده روحانی، تسلیت میگم به سرلشکر روحانی، فرزندان تغییر روحانی 7 فرزند داره، تسلیت به همه اونها. مطمئن باشه که ما قدر و قیمت این شخصیت جاودانه رو همواره میدانم. این جفا بیرون کشیده شد و دوستان دلهای شیدا را از جمله خوشنوایی جدا ساخت. دیشب قمر مرد، آن بلبل سرگشته سحرآفرین از قلمرو عالم شیدایی ربوده شد. دیشب آتش یک دنیا، یک دنیا آتشه و یک دنیا عشق و دلدادگی به خاموشی گرایید. دیشب حنجره جادوی قمر بسته شد. دل امیدوارش از تپش ایستاد و شعله های کانون مهر پرور سینه‌اش به خاکستری سرد مبدل گشت. قمر یک پارچه پاک، یک جهان شوق و شیدایی بود. همه با هم خیشیم، همه با هم به تو می اندیشیم. کاش با ما بودی، کاش ای گم شدی اینجا بودی. کاش که این همه من ما می شد، قطره دریا می شد، گوهر گم شده پیدا می شد.